من نغمه هستم. ممکنه خیلی ها توی سوشال مدیا منو به خاطر کار هنری بشناسن، نقاشی میکنم، معمولا راجب جریانات اجتماعی کنشگری دارم، نظراتم رو مینویسم، خودم رو شاید تو بعضی زمینه ها فعال اجتماعی بدونم. معمولا بی تفاوت نیستم نسبت به اتفاقاتی که دور و برمون میفته. و یکی از چیزایی که سالهاست جریان زندگی منو اصلا به سمت دیگه ای برده پسرمه و تشخیص آتیزم. و در واقع بزرگترین بتل زندگی ما، در واقع مبارزه زندگی ما، مواجه شدن و دیل کردن و به قول مربوط، چرا کلمه فارسی شنو یادم نمیاد، دیل کردن با همین داستانه که چجوری ما میتونیم زندگیمونو تر و تمیز بدون اینکه غمگین باشیم، بدون اینکه احساس شکست داشته باشیم ادامه بدیم و قدرتمند ادامه بدیم، نه خسته نه مستعصل. چند تا چیز جالب گفتی. یکی اینی که گفتی زندگیمون رو میتونم اینجوری بگم که هر راجب این گفتی که چجوری داری همه چیز رو منیج میکنی دور ماجرای آتیزم پسرت، میخوام بهت بگم هر خانواده ای یه چالشایی داره در کل که به واسطه اون چالش ما هی سعی میکنیم دورش همه چیز رو نرمال کنیم و بالاخره بره جلو زندگیم. تو به عنوان یک آرتیست فعال اجتماعی خودتو نمیدونی، ما همه تو رو به عنوان یک فعال اجتماعی که تأثیر بسیار 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 بزرگ و عمیقی تو اتفاقات سپتامبر تا اینجا داشتی، و اولین چیزی که من باید بگم اینه که ازت تشکر کنم بابت تمام زمان، انرژی، عشق، میگم تمام همش موره، عشق و هر چیزی که از جان دل گذاشتی. من میدونم که تو چقدر حتی از نظر فاینانشالی به خودت فشار آوردی که اون چیزی که فکر میکردی ارزشه رو ببری جلو، و دمت هم گرم، دستت درد نکنه. واقعا من به جای همه ازت تشکر میکنم. چیزایی که نغمه امروز میخواد بگه و سوالایی که من دارم خیلی هاش برمیگرده، هم سوالای پرتکراره، هم برمیگرده به اینی که من میخوام یه ذره ماها بریم عقبتر. اگه بچه نداریم، چون برای من این از همه مهمتره، چون اون مادری که بچه داره و با بچهش و با چالشاش درگیره آردی میدونه ما داریم چی راجبی چی صحبت میکنیم، ممکنه حرفا تجربیات نقمه الان کمک کنه، ولی اونایی که بچه ندارن یا تو اطرافیانشون چیزی رو میبینن که به نظر خودشون غیر معموله، ما از اونا خواهش میکنیم یه ذره بیشتر امروز دقت توجه کنن، چون کاری که نحوه برخورد ما آدما با سایرین وقتی فکر میکنیم مثل ما نیستن، روی شکلگیری شخصیت اونا، روی والدین اونا، روی تمام اینتراکشن های اونا تاثیر میذاره و ما مسئولیم، ما مسئول واکنش هامونیم. من امروز بیشتر میخوام تو اون قسمت من اظهار نظر کنم، ولی بیشترش مال شماست. نه جون، میخوای اول شروع کنی به من یه کوچولو هر چی که دلت میخواد راجع به اینکه اصلا اوتیسم چیه؟ در درجه اول حتی متخصص ترین افراد دقیقا نمیتونن اوتیسم رو تعریف کنن، به خاطر اینکه یک مجموعه به هم ریختگی های حسی و یک در واقع عدم هماهنگی در کانکشن های مغز در تعاملات اجتماعی برای فرد به وجود میاد که تو هیچ دو نفری شبیه به هم نیست، بنابراین شما نمیتونی، برای همین یک چتره، میتونی خیلی جدی درگیرش باشی، خیلی حتی این به هم ریختگی های حسی تو بعضی از بچه ها حتی تواناییشون رو تو کنترل ادرار یا مثلا بسیاری چیزهای دیگه، فقط مسئله اجتماعی و مسئله اجتماعی نیست، در بر بگیره و ممکنه تو بعضی از بچه ها این به شکل خفیفتری بروز کنه. و حتی کلمه خفیف و شدید هم کلمه درستی نیست، برای اینکه ما شاید یه بچه‌ای رو ببینیم که داره حرف میزنه و به نظر میاد همه چیزش تیپیکاله ولی به شدت نیاز به کمک داره، یعنی یا بچه‌ای رو ببینیم که به نظر میاد این بچه‌ش درکی از جهان نداره، داره فقط جیغ میکشه، ولی زمانی که به هر شکلی با تراپی به هر شکلی راه یاد میگیره با تایپ کردن یا شکلی کامیونیکیت کنه، یه دفعه مقالاتی مینویسه که در حد یک استاد دانشگاهه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم خفیف یا شدید، اون چیزی که ما از بیرون میبینیم تعریف نمیکنه وضعیت اون بچه رو یا وضعیت اون فرد رو، اون چیزی که فقط ما داریم میبینیم و ما بر اساس
من یک بزرگترین چیزی که میتونم بگم، همیشه در مورد آتیزم میگن که کسانی که آتیزم دارن در مورد اجتماع و درک روابط اجتماعی معلولیت دارن. من دارم میگم اجتماع هم در مقابل اونا دچار معلولیت در درک شرایط اونا. یعنی یک معلولیت دو طرف است که نه اجتماع درست میتونه اونا رو بفهمه، نه شاید اونا درست میتونن این اجتماع رو بفهمن، و به خاطر اینکه هی به شکست برمیخوره این تعاملات، تقریبا هر دوتاشون دیگه قید رابطه رو میزنن. هم بچه آتیستیک تصمیم میگه تو دنیای خودش باشه، هم اجتماع به یه شکلی کنارش میذاره، برای اینکه جفتشون این معلولیت رو دارن. نه اونا میفهمن ارتباط کامل داستان چیه، نه این، یعنی من میتونم اینجا ارتباط چیز رو اضافه کنم. من یه استادی داشتیم اونجا توی دانشگاه تورنتو، یه چیز خیلی قشنگی گفت، برای من قشنگ جا افتاد. گفت آتیزم درست مثل این میمونه که الان تو داری منو نگاه می‌کنی، مثلا من مثال خودم دارم، شما الان داری منو می‌بینید، صورت سرماز می‌بینین، یه بلوز سبز پررنگ می‌بینین، یه گلدون می‌بینین، گل می‌بینین با رنگ، و اون پشتم یه دیوار سفید می‌بینین، رایت؟ فقط هم صدای سرماز رو می‌شنوین. انسانی که اسمش اصلا معلولیت نیست، انسانی که دچار با آتیزم داره دست با پنجه نرم میکنه، جز این چیزهایی که ما میبینیم تو این حسا، خیلی چیزهای دیگه ممکنه فرای اون ببینه، بشنوه و تجزیه تحلیل کنه، که الان تئوریای زیادی هست که خب اون چیزهایی که اونا میبینن و ما نمیتونیم ببینیم، پس میبی ما یه مشکل خیلی بزرگی داریم و اونا اینجوری دیفرنشیشن دارن، حالا ما با اونش کاری نداریم. بعد وقتی که من دارم باهاش صحبت میکنم، پس فقط صدای من نیست که میشنوه، یا عالم انرژی دیگرم دارم میگیره، و چون نمیتونه همه رو با هم هضم کنه، چون من تو رنگا بهش فقط زرد و بنفش و سبز و نمیدونم سفید یاد دادم و راجع به رنگ قرمز صحبت میکنم و اون داره اونو میبینه ولی نمیتونه بیانش کنه، چون ابزارش ما بهش ندادیم، ما خودمون هم ابزارش ندادیم، نتیجتاً چی میشه؟ یا به طور یه جوری میخواد با مثلا با صدای بلندتر با یه واکنش دیگه یه چیزی رو به من بگه که من اصلا نمیفهمم چی میگه. چرا؟ چون من ابزار فهمیدنشو ندارم. چرا؟ چون درکش نکردم، ندیدمش. من فکر میکنم دنیا همین تعداد رنگاییه که من میبینم، همین صداهایی که من میشنوم، همین حسایی که من درک میکنم، ولی اون به خصوص بچه بیشتر داره میبینه. بعد این استاد به ما میگفتش که اولین چیزی که شما با این فرد باید در نظر داشته باشین کنجکاویه. وقتی کنجکاوی رو بیاریم به جای قضاوت، دیگه خیلی چیزای دیگه میره کنار، که چی داره میگه، چه جوری داره حرف میزنه، چه اتفاقی داره براش میفته، ولی دیگه قضاوت نمیکنه که معلوله، نمیفهمه، متوجه نمیشه. و یه چیز دیگه که شما الان دوباره بهش اشاره کردی اینه که هیچ چیز این افراد ثابت نیست و دائم با رشدشون عوض. من حتی یه بزرگسال 40 اندی ساله رو الان میشناسم و خیلی مدت باهاش کار کردم که واقعا تو یک سال گذشته خیلی چیزا توش عوض شده. همینطوره. من میتونم اگه بخوام مثال بزنم، کسانی که آتیزم دارن مثل یه سیم لخت میمونن. ما فیلتر، یه عالم فیلتر داریم برای اینکه چیزای هر چیزی رو که دریافت میکنیم از جهان بتونیم در واقع فیلترش کنیم. مثلا من الان میتونم فوکسمو بذارم که من الان لایف دارم، ولی کسی که آتیزم داره با تو نگاه میکنه، صدای اون گربه بغل دست منم میشنوه، صدای پرنده ها رو اونور میشنوه، صدای مثلا ماشینای که تو خیابون میشنوه، و نمیتونه فیلتر کنه که الان باید به کدوم اینا گوش کنه. و خود این چیز فرایندیه که به مرور باید کم کم یاد بگیره که چجوری میتونه. یه دلیلی که بچهای آتیستیک گوشاشونو میگیرن به خاطر اینکه میخوان کمک کنن به خودشون برای فیلتر کردن ماجراها، در واقع دارن به خودشون کمک میکنن. این گوش گرفتن نشونه یک ضعف نیست، یعنی بهش میگن سلف رگولیت. اگزکتلی، میخواد خودشو در واقع رگولیت کنه. و خیلی موقع پدر مادر مثلا این رفتارها رو میگن نکن جلو بقیه، بابا اصلا این ابزارشه برای اینکه بتونه تحمل کنه اون شرایط رو. ما اصلا نباید بدون اینکه درکی از شرایط اون بچه داشته باشیم بخوایم بهش بکن نکن بکنیم، برای اینکه ممکنه واقعا در جهت عکس عمل کنه. من بذار اول خیلی خلاصه از داستان مادر شدن بگم.
و اینکه اوکی به اعتقاد من هر آدمی که تصمیم میگیره فرزندی رو به این جهان بیاره، بچه همش این نیست که یه بچه با مزه میاد اول بلبل زبونی میکنه، بعد شیرین زبونی میکنه، بعد حالا چلنجا شروع میشه، بعد تینیجر میشه، بعد نمیدونم دوست دختر دوست پسر میگیره. شما وقتی یه موجود رو میاری توی این جهان و مسئولش هستی، باید پیش بینی بکنی که این بچه ممکنه این مسیر رو مثل همه طی نکنه و شما آوردی این بچه رو تو این دنیا، نمیتونی وسط کار بگی ای ببخشید نشد، این اون نبود که من میخواستم. این بزرگترین چیزیه که ما به عنوان یک انسان در این پروسه یاد میگیریم، یاد میگیریم که اوکی این بچه ای نیست که من از توی خیالم گمان میکردم مسیر بزرگ شدنش اینجوری خواهد بود. و با اتفاقی که برای من به شخص تجربه کردم، من زمانی که با پسر من، حالا راجع به پسرم بگم که جز به کیسایی بود که تا 2 سالگیش هیچ سیمتومی نداشت، یعنی کاملا همه چیزش تیپیکال بود و هیچ چیزی نبود که حتی پزشکش سر سوزن نگران بشه، و از 2 سالگی شروع شد تغییر کردن و شروع شد توانایی ها و اسکیلزاشو از دست دادن. مثلا حرف میزد، ویدیوهاش هست، نقاشی میکرد، نقاشی که الان که 14 سالشه مداد نمیتونه درست دستش بگیره، ولی اون موقع نقاشی میکرد. و کم کم ما رفتیم به سمت نگران شدن که چه اتفاق، حتی شروع کرد گوشاشو گرفتن، تا قبلش اصلا همچین چیزی نبود. فکر میکردیم گوشش درد گرفته، فکر میکردیم سرما خورده، تا اینکه یک پروسه حدود 1 سال و خورده‌ای طول کشید تا ما رفتیم به سمت هی به قول معروف این رتک های آتیزم پررنگتر و پررنگتر شد، تا روزی که این بچه بامزه باهوشی که ما واقعا تا کوچولو بود فکر میکردیم یکی بچه حالا صداشو در نیار چقدر باهوشه چقدر نابغه است و فلان، داره میره اصلا توی یک مسیری که ما هیچ شناختی راجبش نداریم. روزی که من دایگنوزو به ما دادن تو اون کلینیک، یک سری دکتر و متخصص و اکوپیشنال تراپیست اینا نشسته بودن و شروع کردن برای ما تصویر کردن اینکه اوکی این بچه بزرگ شدنش چه مؤسساتی ممکنه شما کمک بخواین، و و تا اینکه حتی بزرگسالیش یه سری خانه های گروهی هست که بچه‌هایی که دیسابیلیتی دارن، یعنی شما یه دفعه یک پرده سیاه میذارن جلوی چشمت و میگن این یکی از اینا سرنوشت بچه شما، همین بچه با مزه که تا دیروز داشتیم کیفش رو میکردیم و باهاش بازی میکردیم. و من به پدر و مادرهایی که با این مسئله مواجه میشن به عنوان کسی که 4 تا به قول معروف پیرن بیشتر پاره کرده، واقعا دارم بهتون میگم که این چشمنداز رو نذارین رو زندگیتون تاثیر بذاره. برای اینکه هیچ کس نمیدونه بچه تیپیکالش هم ممکنه خدای نکرده یه روز بره تو خیابون تصادف کنه و قطع نخاع بشه، هیچ کس خبر نداره این آینده این بچه ها به چه شکله. بنابراین بدترین کاری که به نظر من اینا میکنن اینه که اون چشمنداز رو میخوان آگاهی بدن، در حالی که با یک انگار بین 2 تا تخت سنگ سرتو میکوبن، یعنی واقعا تا تو بیای دوباره خودتو جمع و جور کنی از این اطلاعاتی که گرفتی خیلی زمان میبره. من میتونم بگم من زود خودم رو جمع و جور کردم، ولی 6 ماه طول کشید و این 6 ماه عواقب سنگینی برای زندگی من داشت و حتی همسرم، توی روابطمون تاثیر گذاشت، توی همه چی، برای اینکه ما فرو ریختیم و حتی باید به همدیگه حق بدیم که آقا هر آدمی در رابطه با این مسائل یه جوری نهندل میکنه، ممکنه پدر خانواده یه جور دیگه نگاه کنه، یکی توی فاز انکار باشه، یکی امیدوار باشه بگه من میتونم عوض کنم، بعد سرخورده بشه. همه اینها ببین واقعا من دارم میگم مثل یک جنگ میمونه، واقعا انگار زندگی بر علیه اعلان جنگ. من یه چیزی میکنه. اینجا بگم الان اولا که مرسی که اینا رو داری میگی، اینا خیلی ارزشمندن برای همه، به خصوص کسایی که هنوز بچه دار نشدن. من میخوام بگم که این کیس شما بوده که تا 2 سالگی اصلا همه چیز یه متفاوت بوده، بعد یه دفعه به یه سمت دیگه رفته. خیلی خانواده ها هستن که از خیلی کوچیکی علائم وجود داره براشون. درسته.
بله. اصلا در واقعا همین میگم سپکتروم مثل که هم میگن نیستن. چتره چتره. یا من با خیلی خانواده ها کار کردم که اوائل اصلا یک علائم عجیب و غریبی بود، ولی الان تو بچه رو میبینی you can، یعنی به سختی میتونی همچی تشخیصی بدی، یعنی خیلی بهتر بچه میتونه مصرف کنه پیشرفت و کنه، خیلی میتونه به مصرف کنه. رفتار ما هم یعنی بستگی داره، یعنی ما به عنوان والدین تأثیر داریم. نه لزومن، اینو بذار بگم، نه لزومن، واقعا یک مسئله نه نه نورولوژیکه که من هیچ کس راجبش پیشرفت و نمیدونه مصرف نیست، نحوه واقعا. برخورد رو میخوام بهت بگم. نه نه اونی که همینی که شما داری اون میگی صد دیگه، میگی درصد اول شوک ولی شدی. ببین اون کاری که بله. اون کاری که الان برای شما اتفاق افتاده که بچه‌ها میخوام بگم شاید برای هر کسی تو هر کشوری اتفاق نیفته. من تو کانادا رو میگم با امریکا هم کاری ندارم، یه سیستمی هست تو روانشناسی میگن delivering the news، و الان دکترها اینجا دارن این تعلیم رو میبینن که آقا بابا این خبر رو چجوری دلیور کنیم. یعنی وقتی ما میخوایم بشیم با مادر پدر بچه توی بیماران دور از جون هممون سرطانی هم خیلی زیاده، یه کلینیکی هست تو مارکام رود، من باشون رفتم کار کردم و دیدم دکترها یک از چالش های بزرگشون اینه که میخوان پین ناشی از دلیور کردن این که مثلا مریضت انقدر پیشرفت کرده و اینجوری رو بردارن، نتیجه همه رو باجاش تو بد ورست که سناریو میگن و محیط رو ترک میکنن و طرف رو میذارن با تلمباری از اطلاعاتی که اصلا آمادگی دریافتشو نداره. با شما هم همین کار کردن، خواستن شما رو مثلا بگن که مثلا بدون که مثلا چه میدونم ورست که سناریو بدترین حالته، ولی مطلب اینجاست که همون دلیور کردن نیوز بوده که شما رو خیلی آزاده و دمتون گرم که انقدر قشنگ تونستین برخورد کنید. ببین حتی همین الان مثلا به هفته پیش من از معلم الان پسر من سال دبیرستان میره، از معلمش با من تماس گرفت، گفتش که فلان روز یک میتینگی تو خواهی داشت در مدرسه برای ترانزیشن بچت، اینکه بعد از های اسکول بعد از دبیرستان چه آپشن هایی خواهد داشت. And you won't be surprised. یعنی حتی الان به من تلنگر رو میزنه که این یک میتینگ دردناک خواهد بود. میدونی چی میگه؟ اینم بهت بگم، کسانی که برای بچهشون تشخیص آتیزم میگیره، این یک پرونده ای نیست که یه روز بسته شه و تو بری دنبال زندگی. تو هر روز زندگی داری تشخیص میگیری، هر روز، برای اینکه هر روز بلند میشی و یک موضوع جدید سر باز کرده که حالا نمیدونی با این چی کار کنی. خب و بزرگترین مسئله اینه که هیچ کس نمیدونه. در رابطه با کیس آتیزم بیشترین کسایی که همیشه کمک حال هم دیگه بودن خانواده ها و تجربیاتشون بوده. این کامیونیتی رو پیدا کنی که بتونی آقا هر سوالی داری میری اونجا میپرسی. بچه من الان داره این کار میکنه، تجربیاتشون چه؟ چون دکتری چی نمیدونه، فوقش مثلا ممکنه یه داروی آرام بخش بده که اون بدتر هم بکنه، یا بچه رو بی خودی وابسته به یه دارویی بکنه که اصلا نیاز نداره. در حالی که مثلا اگر بچه خشونت داره به خرج میده علیه خودشون، خیلی از این بچه ها خودشونو میزنن یا نزدیکترین کسشونو میزنن، و خیلی موقع ها این خشونت در واقع راه ارتباطیه، داره به تنها زبانی که شما ممکنه متوجه بشید داره میگه یک چیزی داره منو آزار میده، مادر من، پدر من. شما سورس اونو پیدا کن. به سادگی ممکنه نمیدونم یه نور قرمز داره تو اون اتاق داره این بچه رو اذیت میکنه، ولی ما میریم دو قرص اعصاب بهش میدیم. میدونی چی میگم؟ بعضی موقع ما اصلا نمیدونیم، چون نمیشناسیم، چون انگار که مثلا من اینجوری بگم، من همیشه خودم میذارم وقتی اومده بودم کانادا زبانم خوب نبود، من مثلا آدمی بودم همیشه شوخ‌طبع بودم، دوست داشتم با آدما شوخی کنم، طنز داشتم، بعد با اون زبان الکنی که حالا اومده بودم، بعد تو کشور خودم آرتیست بودم، حالا اینجا باید میرفتم فروشندگی میکردم با زبان الکن. الان خودم اونجای بچه‌ام میذارم، بچه من توی همچی شرایطیه، به خاطر محدودیت هایی که داره نمیتونه خود واقعیش رو به جامعه نشون بده، نمیتونه بگه من آدم سنس آف هیومر دارم، طنز دارم، من اینا رو میفهمم فلان. مجبوره با همون محدودیت هایی که داره خودش رو در واقع به نمایش بذاره در جامعه، عین یک آدم نیوکامر که زبان نمیدونه در یک محیط جدید که فرهنگشون رو نمیشناسه و اونام فرهنگ این آدم رو نمیشناسن، و همه اینا بسیار چالش برانگیز میکنه زندگی رو.
بیشترین چیزی که این بچه ها آسیب میبینن اینه که مخصوصا اونایی که محدودیت گفتار دارن، جامعه خیال میکنه همونقدر که محدودیت گفتار دارن همونقدر هم نمیفهمن، و همیشه باید مثل این خودتون رو بذارین که رفت آقا من رفتم ژاپن چون بلد نیستم ژاپنی حرف بزنم، منو به عنوان یه آدم کودن بخوان ارزیابی کنن. دقیقا اینه ما زبان اونا رو نمیفهمیم، راه ارتباطیمون بسته شده به هر شکلی، کما اینکه بچه هایی که با یک شکلی تونستن ارتباط برقرار کنن تونستن بگن این بزرگترین چیزیه که ما رو آزار میده، که آقا ما احمق نیستیم، ما ذهنمون عین یه ورق کاغذ سفید نیست، ما هم چالش داریم، ما هم هزاران آرزو داریم. دوران کودکیشون یه جوره، من چون الان پسر تینیجر دارم، چند یکی دو نفرم از من خواستن راجع به تینیجری هم صحبت کنیم، به نظر من بزرگترین چلنج الان دوران تینیجری این بچه هاست، برای اینکه من دارم میبینم که اوکی بچه ها دلخوشیشون به چیه. هر انسانی دلخوشیش به دوست پیدا کردنه، خب و کی میاد با یکی دوست میشه که نمیتونه حرف بزنه؟ هیچ کس نمیاد باش دوست بشه. شاید بزرگ سالان به خاطر درکی که دارن محبت کنن به اون آدم، ولی بچه ها حوصله ندارن وقتشون رو با یه بچه تلف کنن که نمیتونه حرف بزنه، حالا هر چقدر هم بامزه و کیوت باشه و باهاشون بازی کنه، ول میکنن میرن. حتی این رو روابط خانوادگی تاثیر میذاره، چون خانواده هایی که بچه همسن دارن، آقا بچه میگه من حوصله ندارم تولد این برم. من یه بار تولد بچم 8 بچه رو دعوت کرده بودم از دوستان، این تلخترین تجربه زندگی منه، واقعا تلخترین. و این 8 نفر رو من اسمشون رو روی تخت سیاه متین نوشتم، متین تولد 6 سالگیش بود و هی گفت هی هر روز میمد اینا رو میخوند و منتظر بود و فقط یه نفر اومد روز تولد و هیچ کدومشون، هر کدومشون لحظه آخر یه بهانه آوردن که بچه‌هاشون گفته بودن ما نمیریم، خب بچه‌شون هم نیبرده بودن. و من از اون به بعد دیگه تولدهای متین رو بزرگسال گرفتم، دوستامون حتی از هنرجوامون هایی که با ما دوستن، برای که میبینم متین تک تکشون رو دوست داره. یک اتفاقی که پریروز افتاد، من هنرجوها معمولا 5-6 نفرن میان دور میز، اومدن یکیشون غایب بود، ما یه دفعه دیدیم پسر من معمولا گریه نمی کنه، دیدیم مثل ابر بهار داره گریه می کنه، که اصلا من دیسترکت شدم چی شده، دست جایی خورده فلان. و اون یکی هنرجون که دیر رسید و وارد شد، متین اشکاشو پاک کرد و خوشحال شد، ما فهمیدیم ناراحت بوده که چرا پس فلانی امروز نیومده، در حالی که ممکنه بچه‌ها فکر کنن این اصلا بهشون اهمیت نمیده. نخمه جون یه چیز خیلی خوبی که گفتی، میگم من از دفعه بعد سال بعد تولد رو با بزرگترا گرفتم. این همون قسمتی که ما بزرگترا هی اجاس میکنیم دورو برای بچه رو، با موانع و تبدیل میکنیم به یه راحل دیگه، به یه راحل دیگه. یه نفر این سوال کرده، من اینو بپرسم چون خیلی مربوطه، گفتن نغمه جون این بچه ها با شرایط مشابه هم آیا با هم ارتباط برقرار میکنن؟ حقیقتش رو بخوای خیلی مسئله پیش است. متین پسر من از کلاس اول دبستان رفت توی کامیونیتی کلاس. کامیونیتی کلاس کلاسیه که بچه ها همشون، حالا تمام دوران تحصیلش همه آتیزم داشتن، ولی امسال که های سکول میره دوتاشون داون سیندروم هستن و بقیهشون آتیزم دارن. معمولا کلاس ها 6-7 نفر است ماکسیموم و خیلی چالنجینگه، برای اینکه خود این اتفاقا به نظر من سرنوشت این بچه ها رو به شکلی محدود میکنه به اینکه شما شانس اینو نداری که با بچه های تیپیکال وارد ارتباط بشی و ازشون یاد بگیری و اونا یاد بگیرن. این بچه ها هر کدومشون چلنج های خودشون رو دارن، یکشون ممکنه تمام مدت جیغ بزنه و اون یکی بچه ها تقدیرشون اینه که تمام مدت یک صدای جیغ اضافه هم توی کلاس درسشون بشنون. میدونی چی میگم؟ اینا چیزایی بوده که من تمام این سالها داشتم براش می جنگیدم. مثلا یه مدت بود که ما بچه بود توی کلاس که این اگریسیو بود و بچه منو دوبار خیلی بد زده بود، طوری که ما مجبور شدیم بچه اونو بذاریم رو داروی اعصاب که فقط بتونه این ترامایی که براش به وجود اومده بود رو تحمل کنه.
خود این با هم بودن اینا گاهی سازنده نیست به نظر من، چون یه جوری محدودشون میکنه. یه سری شما ببین، وقتی شما یه سری مسائل داری، وقتی تو رو بذارن توی اتاقی که همه یه سری مسائل دارن، خیلی کمکی به شما نمیکنه. میدونی چی میگم؟ آره. این ولی خیلی این شما بتونید سلکتیو بچه های دیگر رو انتخاب کنی، مثلا حالا نمیگم تولد، من تجربه‌ای که خودم دارم توی دوستای همکلاسی های متین، هیچ وقت نتونستم دوستی که فیت باشه براش پیدا کنم، هیچ وقت نتونستم. چون اولا باز اونی که حرف میزنه حوصله اونی که حرف نمیزنه رو نداره و خیلی پیچیده است. الان که ببین، الان من تینیجرها رو تو مال میبینم با هم دیگه میان دست جمعی رو میرن و همش میگم نیاز بچه من الان چیه. تینیجر شده، بهش میرسم، به ماش جل میزنم، بهش میگم هنسام شدی، بعد چیزشو شیرکاکاوشو که دوست داره رو عصر آماده میکنم داغ، میریم با هم کافی شاپ، من یه کافی سفارش میدم، از اونا میخوام شیرکاکاوی اونو که دوست داره بریزن توی لیوان و میشینیم با هم دیگه کافی تو کافی شاپ و سعی میکنم نیازشو خودم، من نمیتونم از آسمون براش دوست بتراشم، ولی سعی میکنم اون فانی رو که نیاز داره تو این سن داشته باشه، کافی شاپ رفتن، مال رفتن، براش فراهم کنم. باید ماها یاد بگیریم و اگر بتونیم، حالا مثلا بعضی موقع ها بچه های دبیرستانی هستن که خیلی بچه های واقعا شیرین و سویتی هستن و اینا حاضرن وقت بذارن با این بچه ها. من 2 ساله که یکیشونو که الان مثلا فکر میکنم دیگه 20 سالش شده، دختریه، تابستونا میگم بیاد، به متین میگم دوستت اومده، خب من بهش پول میدم، با هم میرن راه میرن، با هم میرن و این خیلی خوشحالش میکنه. یعنی دوستو باید درش بخری. شما تو ایریاتون این فرند سرکل تو مدرسه ها داشتین که مثلا همینجوری که میگی یه بچه چیز مثلا توی کلاس دیگه یا از مدرسه دیگه پاشه بیاد با بچه تو زمان بگذرونه، اونجا داشتین؟ کم و بیش داشتم ولی نمیتونیم یه رابطه طولانی مدت معمولا، حالا این شانس تا حالا این شانس تو نداشتیم. ولی من برای بچه‌م همیشه دوستای بزرگسال‌تر رو به قول معروف استفاده برای همه همینه ها، یعنی باید واقعا بچه رو برای بچه‌م باید ما معاشر و دوست بخریم، چه با چالش چه بی چالش. و باز معتقدم که به طور قطع میگم برای دوستایی که ایران زندگی میکنن، من میدونم شرایط ایران بسیار از خیلی نظرها پیچیده تره، ولی باور کنین اینجا هم یه چیزی هست میگن آفتاب لگن هفت از شام و نهار بیچ، یعنی در نهایت فرقی نمیکنه، چالش سر جای خودش باقیه. اون پیچیدگی یعنی خود شما به عنوان پدر و مادر باید برای بچه شما کار میکنه. ممکنه دقیقاً، یعنی مسئله اینه که آره اینا بودجه میذارن یه کلاس درست میکنن که این بچه ها همه، یه بچه باهوشه که مثلا یه ذره مایلد آتیزم داره با بچه‌ای که اگریسیوه و اونم طفلک 1000 تا مشکل داره، بابا اینا تقدیرشون این نیست. بچه های دیگه که در سایه ترس و وحشتی که الان هر لحظه همکلاسیشون ممکنه بهشون حمله کنه توی کلاس، اصلا محیط آرومی نیست این برای اینکه بتونی تمرکز کنی و درس بخونی. این بزرگترین واقعا نقطه ضعف سیستم آموزشی اینجاست که من میتونم بگم معلما فرشته، کمک معلما فرشته، سیستم افتضاح. خب این پول درست خرج نمیشه، درست. این بودجه درست خرج نمیشه به خاطر که یک نسخه شما نمیتونی برای همه این بچه ها بپیچی و این چلنج ها ادامه داره. الان یه برنامه که مثلا امسال مدرسه پسرم گذاشته و من دوست دارم این برنامه رو، یه دونه سیرکل بچه های تیپیکال و بچه های مختلف با همدیگه اینا یه اکتیویتی دارن، مثلا آشپزی میکنن با هم، آه. یه کاری میکنن و این خیلی خوبه این تایم مثلا اینا. و به نظر من واقعا بچه های تیپیکال هم باید به عنوان عضوی از جامعه یاد بگیرن همونقدر
که جامعه الان داره اینقدر فاند میذاره برای اینکه اقلیت‌های جنسی رو به رسمیت بشناسه، کسی بهشون لیبل نزنه فلان. من اعتقاد دارم بچه های ما توی سیستم یتیمن، سرگیر ندارن، واقعا سرگیر ندارن. من یکی از دوستام برای روز جهانی آتیزم پارسال توی میتینگ قرار بود، آنلاین بود، کووید بود، شرکت کنه، بهشون گفته بودن به خاطر احترام به جامعه رنگین کمانی همه وقت تیشرت های رنگین کمان بپوشیم. این دوست من بلند شده بود از اون میتینگ، گفته ما یه روز در سال داریم راجع به آتیزم حرف بزنیم، لطفا اونم اختصاص ندیم به یه اقلیت دیگه. این بچه ها اقلیتی هستن که باید فوکس بهشون پرداخته بشه. میدونی مسئله اینه که به عینه من دارم میبینم اینو، برای مردم که کاملا اینو با پوست و گوشتشون درک کردن میگم، شما شاهد بودین برای یه ویروسی که توی 98% از آدمها به شکل یک آنفولانزا عمل میکرد و 2% خبر خطر مرگ داشت، 2 سال دنیا رو تعطیل کردن. الان 3% از بچه ها دارن آتیزم میگیرن که طبق گفته CDC اسمش هست Long Life Disability، معلولیت مادام العمر اسمشو گذاشتن. کدوم کجا تعطیل شد؟ کدوم اخبار بهش اختصاص پیدا کرد؟ کجا به چالش کشیده شد که آقا چرا داره این آمار انقدر میره بالا؟ چرا باید آمار از سال 2000 تا الان انقدر بره بالا که پیش بینی کنن تا 10-15 سال دیگه شاید از هر 3 تا بچه یکی آتیزم داشته باشه اگر اینجوری پیش بره؟ این یه مسئله خیلی جدیه، ولی به عینه ما میبینیم که بودجه براش نمیذارن. در اینکه بهش بپردازن پیارسال از مال بچه آتیستی بود هم کردن من حقیقتا جزو اون گروهی بود که تفلک هیچی بهش تعلق نگرفت و تمام سالهای طلایی عمرش گذشت به این که حقیقتا ما نمیتونستیم افورد کنیم. ببین اسپیچ تراپی ساعتی 130 تا ساعتی 170 دلاره و شما باید 3-4 روز در هفته بگیر. کی میتونه اینو بپردازه؟ نه این سوالو یه جواب بده، شما جواب بده، من حرفی نمیزنم. آتیزم اکتسابی است یا ژنی یا ارثی؟ نمیدونیم، ولی اتفاقیه که داره تعدادش زیادتر میشه. در دوران حاملگی به هیچ وجه قابل ردیابی نیست، به خاطر اینکه کلا چیزی نیست که شما با آزمایش خون و آزمایش ژنتیک و این داستانها بتونی ژن آتیزم تو کسی پیدا کنی به هیچ عنوان. در واقع کلینیکال، با مشاهده کلینیکاله که میفهمن که این بچه توی این طیف قرار گرفته. بنابراین هیچ هر کس ادعا بکنه که چیزی راجبش میدونه در واقع ادعای واهیه، چون من واقعا دیگه کنفرانسی نبوده که آنلاین نرم گوش کنم و عملا همه میگن در نهایت ما هنوز نمیدونیم. بعد از 2 سالگی بلی... قطعیه. قبل از 2 سالگی بله. شما ممکنه هزاران هزار چیز تو ذهنتون بیاد ولی هیچ کس به شما، حداقل توی کانادا که دایگنوز قطعی نمیدن. من تو تماس سنترایی که رفتم، یعنی میبیننم میگن هنوز 2 سالش نشده، ما بعد 24 ماه به این بچه فرصت. بله نه نمیدن. و تنها چیزی که این بچه ها همه چیزشون با هم متفاوته، تنها چیزی که در همشون مشترکه اینه که اینها در 2 سالگی علائمشون بروز میکنه. خب این یه چیزی که به نظر من ریسرچرها باید به این مسئله توجه کنن که چه اتفاقی میفته. نه من میخوام سوال اصلی که 180 نفر از من پرسیدن. شما دلت میخواد به نظر تو یک والد بچه آتستیک، که حالا من راجع بزرگسالشم باهاتون صحبت میکنم، دلت میخواد با بچه چجوری برخورد بشه، چجوری برخورد نشه؟ ببینید مهمترین مسئله اینه که باید با این بچه ها بر اساس سنشون، انگار نه انگار که اینا چنین لیبلی دارن، برخورد بشه. باید باهاشون عادی حرف بزنن مردم، نه اینکه وقتی مثلا پسر تینیجر من توی جمع نشسته به همه میان میگن سلام سلام سلام، به این بگن چطوری؟ اصلا این بچه، این هم یه پسر 14 ساله است، چون حرف نمیزنه، چون رفتاری مشابه اونا نداره، نشون نباید بچگانه باش رفتار کنن یا قربون صدقه اضافه تر برن، یا اینکه بگن آی اینا فرشته های زمینی هستن. نه، اینا انسانن، اینا انسان هایی هستن که نیاز دارن به این که باهاشون
خیلی عادی برخورد بشه. شما کار نداشته باش اون بچه نگاهت نمیکنه، تو حرفتو بزن، بگو چقدر بزرگ شدی، چه لباست بهت میاد، پس اون داره بذار من اینو میشنوه. بگم، اون میدونم سخته براتون کسانی که این چالش رو تو زندگیتون ندارین ولی مواجه میشید. اولین چیز اینه که حتی اگه سختتونه، من خاله ای دارم که خواهرزادش آتستیکه و خیلی سختشه، من بهش یاد دادم برو جلو آینه تمرین کن، نگاهتو نگاه کن، ببین چقدر تو نگاه دلسوزی هست، چقدر داری پیتی میکنی این بچه رو، به این بچه تو داری آسیب میرسونی. تمرین کنین با بچه های آتستیک مثل یک آدم بزرگ تو همون سن و سال برخورد کنین و منتظر واکنش اون چیزی که خودتون واکنش نشون میدین نباشید، فقط تفاوت رو بپذیرید، چون هم به بچه آسیب میرسونین اینجوری، هم به والد بچه. ببخشید شما بفهم. و من نقش پدر و مادر، من به ترتیب بگم، یک بزرگترین ظلمی که در حق بچهتون میتونید بکنید اینکه آتیزمش رو از مردم پنهان کنید. این بزرگترین ظلمه، به خاطر اینکه بچهتون لیبل بی تربیت میگیرن، شماها لیبل اینکه خانواده بلد نیستی بچهتو تربیت کنی میگیری، باهاتون قطع رابطه میکنن، میگن بچهش مثلا وحشیه. یا اول باید شما به جامعه یاد بدی که شما باید بدونی اگر این بچه داره رفتاری از خودش نشون میده که به نظر شما مناسب نیست، یه چیزی داره تو اون فضا اونو اذیت میکنه، این یک چیز متقابله، این بچه حساس تره. به هر شکلی شما نقش آموزشی باید برای جامعه داشته باشی. ببین من الان پسرم تینیجر داره میشه، همه میدونم بچه های تینیجر تو این سن علاقه مند میشن به یه نفر، خوششون میان. باید در نظر بگیری بچه شما ممکنه الان یکی تو مدرسه دوست داشته باشه، ممکنه به یکی داره فکر میکنه. ما چند وقت پیش یه رستوران رفته بودیم، دو تا دختر خوشگل همسن و سال متین میز بغل نشسته بودن. خب از اونجا که این بچه ها فیلتر ندارن، بچه من صندلیش رو برعکس خانه دل مادر. و پدر اون بچه واقعا قاطی کرده بود، طوری که همسر من رفت دست گذاشت سر شونه اون آقا و توضیح داد و گفتش که من ممنونم از اینکه شما درک میکنین. نمیدونه که نباید زل بزنه نگاه کنه. حتی اینو باید دوست من پدرش، یکی از دوستان پدر بچه به بچه دستش رو گرفته و بهش گفته بود که مثلا دید زدن چجوریه، بعد بگی وان توی نگاه بکنی رو تو برگردونی، وان توی نگاه بکنی رو تو برگردونی. حتی اینا رو ببین، اینا چیزای اجتماعیه که این بچه ها بدون فیلتر، یعنی با صداقت کامل فیلتر سوشال اینتراکشن، یعنی همون ارتباطات اجتماعیشون با سنشون فیلتر نداره و بزرگ نمیشه. ببین یه نفر دیگه یه سوالی کرده، باز بعد برگردم بپرسم چون مربوطه، گفته اگر با بچه ما درست برخورد نکردن در اون لحظه ما باید چیکار کنیم؟ ببین معمولا تجربه خود من اینه که ما در اون لحظه خیلی نمیتونیم کاری بکنیم، ولی قطعا باید شرایطی رو مهیا کنیم که توضیح بدیم. همه ما این از این دل شکستن ها داشتیم تو زندگی، یعنی نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، صدها بار در اجتماع. بهتون بگم ما خانواده هایی که بچه آتیستیک داریم بارها دلمون شکسته، بارها و بارها، ولی واقعا باید اینو درک کرد که نمیدونه تر. ببین شما تا یک شرایطی زندگی نکرده باشی، خیلی اصلا حتی یاد نگرفتن این شرایط یعنی چی. خب ولی شما باید مثل یک معلم به مادرت یاد بدی، به مادر بزرگت یاد بدی. مثلا دارم بهت میگم، من پسرم تراپی میره، بچه‌ای که نمیتونست حتی یه توپ رو ول کنه الان توی بسکت با از 4 متری توپ میندازه. برای مامانم فرستادم، مامانم گفت کاش با 4 تا بچه دیگه همزمان بازی کنن که ارتباطات. گفتم مامان بچه من تازه به خودش اعتماد به نفس پیدا کرده که پس من میتونم، من دوباره بیام قرارش بدم در مقابل یه کسی که باز این خیلی ازشون عقبتر باشه، کمکی بهش نمیکنم. یعنی مادر منم که یک آدم فرهیخته معلم بوده، نمیدونه که مثلا شاید این الان سازنده نیست، من حالا که این تونست توپ رو پرت کنه من ببرمش قاطی سری بچه که دریپ میزنن بسکت بازی میکنن، دوباره این گیواپ میکنه، دوباره میگه اوکی پس من از اینا عقبترم. میدونی چی میگم؟ اونم از سر خیرخواهی میگه. خیلی موقع ها این دل شکستن ها از سر بدجنسی نیست، از سر خیرخواهیه، کنار میکشنت. یکی از چیزایی که هست تو زمانی که شما میدونی بچه داره میره تو دایگنوز،
و هنوز آماده نیستی با دیگران حرف بزنی، هی میکشنت کنار میگن نمیخوای با بچت راجع به یه دکتری چیزی حرف بزنی. نکنیم با خانواده ها. خانواده خودش بهتر از هر کس میدونه که بچهش اگر شرایطی داره که شرایطی نیست که قرار داشته باشه، خودش بهتر از هر کس میدونه. نکنیم با خانواده ها. خوبه که ما توصیه نکنیم. اصلا اگه از من درخواست سوال نمیشه، یکی از من نمیپرسه که تو راجع به بچه من چی فکر میکنی، بابا این توصیه ها رو واسه خودمون قورت بدیم بره پایین. من میدونم چقدر با بقیه جنگ کردم سر این، وقتی تو سنترا میرم یکی میاد میگه، من میگم این کارو بکن، من میگم همون خاله همون مادر، من میگم آقا شما بله، اگه رفتی تحصیل کردی چی کار داری، نکن این کارو. این مادر به اندازه کافی بگش رو دوشش هست. شما میگی خیرخواهی، من معتقدم اگه من خیر یکی رو میخوام بهتره که هیچ صحبتی نکن. ببین این چیزی که تو در اصل آموزش در واقع بهش رسیدی. من یه تجربه از خودم بگم، سالها پیش در ایران من یه اتفاقی برام افتاد که پام آسیبی دید که من ماها و دوتا عصارا میرفتم. من هر جا میرفتم باید به مردم توضیح میدادم که چرا دارم با دوتا عصارا میرم، و به من از انواع اقسام دکتر از سر خیرخواهی معرفی میکردن، تا جایی که دیگه جون به لب شده بودم. به یه نفر گفتم ببینی اصلا مادرزاد پای من، گفت من یه نفر میشناسم این دستش شفا. یعنی بیمار میکنی، هیچ راهی نبود که بابا به پای من نگاه نکنی. این خانم مهتاب یه سوالی کرد، همین درست همین حرفی که تو الان گفتی، میگه بس بعضی از خانواده ها واقعا آگاه نیستن، به اونام نگی. نه مهتاب جون، آخه مثلا من و شما چقدر اطلاعات داریم که به خودمون اجازه بدیم فکر کنیم اونا آگاه نیستن بهشون توضیح بدیم؟ غیر از اینه؟ ببین آگاهی یک زنجیره است. هیچ وقت هیچ کس رو از آگاهی لیبل نزنید. این شورش در حدی نیست که ما بخوایم بهش آگاهی بدیم. آگاهی باید اتفاق بیفته. واقعا دارم بهت میگم. ممکنه یک نه. ببین من یه بار یه پزشکی از ایران اومده بود، میخواست به من یه لوگو سفارش بده. ما با هم توی یه دونه کافی شاپ قرار گذاشتیم. بعد حرف شد، بعد فهمید پسر من آتیزم داره. بعد که من فیلمش رو بهش نشون دادم، گفت این خیلی خوبه، اصلا بهش نمیاد آتیزم داشته باشه. پزشک متخصص بود، مثلا میخواست به من دلداری بده. یا مثلا آدما میان میگن بهتر شده، مثلا یا نغمه بهتر شده ها. ببین این مثل خنجره به من، وقتی میگن بهتر شده یا بدتر، بچه من بد و به، بچه من این بوده، تغییرات میکنه بزرگ. مثل اینکه شما بچت بزرگ بشه، من نمیگم بچت بهتر شده، میدونی چی میگم. واقعا مسئله اینه که همین قضاوت نکردن چیزیه که تو مخصوصا تو فرهنگ ما. ببین من حتی در این اینو بهت بگم، ما دوستانی داشتیم که بعد از اینکه بچه ما آتیزم گرفت، بسیار دایگنوز گرفت، بسیار هم ما رو دوست داشتن. هر وقت ما همو میبینیم، من میبینم اونا معذبن که با ما باید چی کار کنن، با ما باید چجوری رفتار کنن. فکر نمیکنم بابا ما بچه‌مون رو دوست داریم، عاشقشیم، هیچ مشکلی نداره اگه داره بالا پایین میپره. شما لازم نیست ندونی با ما چی کار کنی، فکر کنی باید نگاه نکنی یا یه چیزی بگی یا سرتو بندازی پایین. ما فکر اینا رو باید بگی برای اینکه همینی که میگه آگاهی وجود نداره دیگه. الان ببین میگن من روانشناسی با داریم میگیم دیگه، الان خیلی میشنون بعد این که الان میگن من روانشناسی بالینی خوندم، منم خوندم، ولی من با این کیس خیلی از علائم ممکنه تو خیلی از بچه‌ها ببینم، هیچ وقت به خودم این جسارت رو نمیدم که تا قبل از که مادر بده از من سوال نکرده حرفی بزنم. به من ربطی نداره. برای اینکه همین که شما میگی، اگر اون مادر پدر آمادگی پذیرش اینو نداشته باشن، تنها کاری که میکنن با بچه‌شون بدتر برخورد میکنن، بچه‌شون رو قایم میکنن، بچه‌شون از جامعه میارن بیرون از ترس اینی که یکی بیاد بگه ببین نمیخوای بچه‌ت ببری، من اطلاعات دارم و تو نمیخوای بچه‌ت ببری یه دکتر و اینا. همینی که شما میگی آگاهی باید خاکش بذرش خاک آماده باشه که بذر توش کاشته بشه. تا که ببین میگن پند و پول رو بدون خواسته به کسی ندید، اینم یکیشه. نظرم خیلی کار اشتباهیه. اون آدما اگر آماده باشن که چیزی رو بشنون، حتما قبل از اینکه من و شما ببینیم و بگیم میبرن بچه رو پیش متخصص. خب
یه سوال دیگه درست. پرسیدیم. سلام، ما تو مهد کودکی اون 8 بچه اتستیک آتزم داریم که با کمک روانشناس و کاردرمان کمک میکنن، در کنار بچه دیگه هستن. اوکی، خب این خانم که اصلا سوال نپرسیده بودم، یه سوال بود که ببین گفتی چه کارایی نکنن، اینا رو بگو چه کارایی نکنن، چه کارایی میخوای انجام بدن. سایرین کی چه اطرافیان کارایی اصل نکنه؟ ماجره ما الان اینتراکشن اصل ماجرا سایرین یکی از این که مثلا جمله کامپلیمنت و تعریف نیست، این که به یکی بگی به بچه معلوم نیست آتیزم داره، اینو نمیدونن، فکر میکنن مثلا دارن بچه تعریف میکنن. ببین مثل اینه که مثلا به یه نفر بگن بچه معلوم نیست مرض قند داره، مثلا چقدر بیمعنیه این حرف، میدونی چی میگم؟ مسئله اینه که ما خانواده هایی که درگیر این ماجرا هستیم انقدر گذر کردیم از یه سری چیزها که دیگه با این که این بچه‌مون این لیبل رو داره، مخصوصا بعد از اینکه تو سالهای اولیه چرا من دیدم خانواده ها خیلی حتی کلمه آتیزم تو دهنشون نمیچرخه، حقم دارن، حقم دارن، برای اینکه واقعا مثل یه سیلی میمونه تو صورت پدر و مادر وقتی این تشخیص رو به شما میدن. واقعا مثل اینه که بگن که اوکی ما الان داریم یک شرایط بسیار بسیار نامعلوم جلوی راه پات میذاریم و تو هیچ چیزی راجع به آینده نمیدونی و هیچ دفترچه راهنمایی هم نداری، وقتی توی جزیره گیر افتادی نه غذا داری نه آب داری نه میدونی اینا مردمش به چه زبون ترین کست. یه چیزی، یه مثالی من بزنم، پسرم که مدرسه میره خب هلپر داره، تو کلاسش دوتا سندروم دان هستن که واقعا سویت ترین پسرایی هن که من دیدم. بچه های دیگه یکی از مشکل حرکتی داره، همسر من که رفته بود دنبالشون میگفت نغمه اون در که باز میشه این گروه با هلپرا میان بیرون، یه گردبادی از عشق اونجا شروع میکنه چرخیدن، ولی بچه ها و پدر مادرهایی که دیگه میان بچه هاشون رو پیکاپ میکنن هیچ کسی اینو نمیبینه، نمیشه به زور بهشون نشون داد، ممکنه اونا از بیرون بگن آخی، خب؟ ولی برای ما اینجوری نیست، برای ما آخه نیست، برای ما زندگیمونه، زندگی ما این شکلیه. شما دوست نداری تمام زندگی بهت بگن آخه الهی بمیرم؟ نه، من بچه‌ام وقتی بالا پایین میپره و نشون میده از خوشحالی به معنای واقعی کلمه در پوست خودش نمیگنجه، در پوست خودش نمیگنجه که مجبوره بالا پایین بپره، جا نمیشه تو بدنش، وقتی یه روز ساکت نشسته رو موب و هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه من نگرانش میشم، وقتی مثل یه پسر عادی نشسته رو موب من نگران میشم بچه‌م از چی غمگینه که دیگه اون خوشحالی ها رو نمیکنه، میدونی چی میگم؟ زندگی ما شکل دیگه ایه، شاید هم رفتاری که برای دیگران باشه که الهی بمیرم برای من دل خوش کنه که بچه‌م الان خوشحاله، یعنی درک اتفاقات، درک احساسات و عواطف بچه تو چیزیه که بقیه متوجهش نمیشن. ببین یکی به گفته یه نفر، یه خانمی دو دفعه پرسیدن که آیا امکان داره که این علائم از تینیجری خودشون نشون بده یا دیولوب بکنه؟ نه، آتیزم از تینیجری خودشون نشون نمیده، ولی ممکنه. ببینین بچه های کسانی بودن که بسیار خفیف بوده علائم آتیزمشون و توی بزرگسالی تو تینیجری چلنجاشون بیشتر میشه، به خاطر اینکه از یه جایی به بعد شما ببین تا زمانی که یکی بچه است ما میگیم بچه است، بزنه بریزه شلوارش رو خیس کنه حالا دیر یا زود، ولی یه سری اتفاقات وقتی دیگه تو داری بزرگسال میشی میبینی نه این بچه انگار با جامعه اونجور که باید نمیتونه تعاملات داشته باشه، بعد اون موقع وقتی میبرن برای تشخیص و سوالاتی میکنن به این نتیجه میرسن که این از اول دایگنوز نگرفته بوده و به طور خفیف داشته خیلی خیلی از چیزایی این که با علائم. بیهیویر تراپی و رفتار درمانی و اینا میشده روش مثلا بهش کمک کردم نبوده، خب دیولپ کرده، رشد کرده، اومده. دقیقا. و حتی اینو بهت بگم چون این مسئله آتیزم بسیار مسئله نورولوژیکه، روی سیستم عصبیه، مثلا بچه ای که از نظر سیستم عصبی و اعصاب پاراسمپاتیک هنوز بدنش نمیتونه ادرارش رو کنترل کنه، شما نمیتونی با بیهیویر تراپی و رفتار درمانی اینو ترینش بدی. مثل اینه که یه آدمی که فلجه رو بگی من با
مثلا بالاخره با رفتار درمانی وادارش میکنم را بره. اینا رو نباید با هم اشتباه کرد، باید خیلی خوب بچه تو ابزرو کنی ببینی کجا رفتاره، کجا مسائل نورولوژیکه. اینو پدر و مادر بهتر از هر کسی میتونه ابزرو کنه و بفهمه که ببین مسائلی که بچهای آتیستیک دارن مثلا به هم ریختگی حسیه، ممکنه یه بچه تگ لباسشو نتونه تحمل کنه یا اصلا مجبور باشه لباساشو همه رو پشت رو تنش کنی، درزا رو تو میگم مثل سیم لخت، خب ممکنه حس درد نداشته باشه. آره نفهمه میدونی چی میگم، به هم ریختگی حسی. و متاسفانه ما حتی در بیمارستان هامون بخشی نداریم که مثلا اگر یه بچه آتیستیک رفته 4 نفر که راجع به آتیزم تخصصی کار میکنن بیان و بگن اوکی این امکانات وجود داره، من بچه رو میشناختم که پاش بریده، عفونت کرد، عفونت وارد خونش شده و وقتی علائم شوک چیز داده رفتن بیمارستان تازه فهمیدن این پاش بریده بوده، عفونت کرده بوده. ببین خیلی ما دچار فقدان آگاهی حتی در سیستم های درمان هستیم، حتی در این کشورهای پیشرفته، حتی برای پزشکامون که میخوان همون چیز روتینی رو که برای همه انجام میدن در حالی که به سادگی بکار میدن، خب این درد نداره پس نشکسته، نه این ممکنه درد رو حس نکنه، ممکنه دچار کمحسی یا پرحسی باشه تو اعضای مختلف بدنش. ببینم خیلی 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 خوبه دیگه پرسیدن، گفتن به بچه هامون به چی یاد بدیم در برخورده با این بچه ها. ببینیم بچه هایی که آتیزم دارن خیلی دوست دارن که دوست داشته باشه، دلیلی که تنهان اینه که جامعه باشون دوست نمیشه، این دلیل تنهاییشونه. اجازه بدین کنارتون اگه دارین بازی گیم بازی میکنین اونم بشینه کنارتون نگاه کنه بازی کنه، به صورت موازی این بچه ها رو در کنار خودشون بپذیرن، بذارین این بچه ها دل زده نشن که بعد انگ منزوی بودن بهشون بخوره. اینا انقدر به قول معروف دل زده شدن و انقدر با در بسته مواجه شدن که تصمیم گرفتن به انزوا. اکثر این بچه ها اینطور که به بچه ها چطور یاد بدیم با این بچه ها رفتار کنن، باید به بچه ها ببینیم همونقدر که ما جامعه امروز به بچه ها تفاوت ها رو یاد میدیم که رنگ پوست کرد. نشانه هیچ چیزی نیست یا خیلی چیزهای دیگه، باید به بچه ها یاد بدیم که هر انسانی با هر تفاوتی باید درک بشه و باید به قول معروف اعتبار اجتماعی داشته باشه. نمیتونیم ما بگیم تو نمیتونی حرف بزنی. ببین خیلی مسئله سخته. ببین من انقدر رفتم توی مدرسه برای بچه های کلاسای دیگه حرف زدم. بیا چیزش کنیم. 3 تا چیز که تو به یه بچه دیگه که این چالشو نداره دوست داری بگی که بدونه وقتی میخواد با یه بچه آتیستیک برخورد کنه و چجوری بهتر باشه. 3 تا چیز بگو. On top of the world. بهش اگر باهاش حرف زدی بهت نگاه نکرد دلیلش اینه که داره بیشتر تمرکز میکنه که به تو گوش بده. اگه داره را میره و میره تو حرف میزنی چون اون را رفتن کمک میکنه حرف تو رو بهتر بفهمه. این دلیلش نیست که تو رو داره نادیده میگیره. میدونی یکیش با من اینه. این یکیش این مسئله است که بچه ها باید بدونن. یکی اگه بچه هاتون توانمندی خاصی دارن یا یک کارای جالبی کردن شما ویدیوشون رو دارین به بچه های دیگه نشون بدین، بذارین بچه هاتون رو دست کم نگیرن. میدونی چی میگم؟ یکی از بیشترین چیزهایی که این بچه ها آزار میبینن توی جامعه در اینه که دست کم گرفته میشه. اونجایی که در معرض جامعه هستن نمیتونن اونجا توانمندی خودشون رو نمیتونن نشون بدن. وقتی میخوان مثلا چه بدارم تو هر چیزی، یه بچه‌ای که نمیتونه قلم دست بگیره اصلا سر صدا و موشن بیرون اذیتش میکنه، ولی به مجرد اینکه با مادرش با اون کسی که بهش اعتماد میکنه تنهاست یه حرکتی میکنه. وقتی منظور نماجون اینه که اینا فیلم بگیرید و بعدا به معلمش نشون بدید، به بقیه نشون بدید، ببینید ببینید این تواناییشو داره، بعد ولی محیط اطراف براش فراهم باشه. دقیقا به بچه های دیگه باید یکی بگیم که به موازات اجازه بدن این بچه ها کنارشون بازی کنن،
همین یعنی راه دادنشون به بازی خودش. و خب یک آموزش اصلی اینه که هیچ کس بابت چیزی که شبیه ما نیست هیچ کس نباید مسخره کنه یا بولی کنه. اتفاقی که خیلی زیاده یعنی برای این بچه ها خیلی خیلی میفته و من خودم بارها تو مدرسه شد نه سر لزومم بدجنسی، بچه بچه است، بچه به قول معروف راحت حرفشو میزنه، میاد میگه که بلند تلوی بچه هم میگه من این بچه تو رو میشناسم این بلد نیست حرف بزنه. خب یکی و دوم بزرگترین اشتباهی که خود بزرگ سالان میکنن بابا راجب این بچه ها جلوی خودشون راجب مسائلشون حرف نزنین، ناشنوا نیستن، داره میشنوه، داره قصه میخوره. من خیلی موقع ها با معلم جلسه دارم با نمیدونم کسی که میخوام در هر صورت تراپیست، چه امکان نداره جلوی پسرم جلسه بذارم، امکان نداره. شما با بچه های تیپیکالتون این کارو میکنی که وقتی نشسته اونجا ساکت روی تلویزیون بشینی به معلمش بگی آره وقتی این چیزی رو پرت کرد؟ نباید این کارو جلو بچه بکنی، اون بچه داره میشنوه، تمام اینا داره افسردش میکنه، ما این بچه ها رو افسرده میکنه. اون قسمتی که گفتی همونیه که خیلی وقتا با مادر پدرها میگن بچه هست عقلش نمیرسه، با بچه های دیگه هم همین کارو میکنن متاسفانه. اولین قسمت خیلی چیز مهمیه که جلوشون صحبت نکنین لطفا، مثلا یه آدم بزرگ باشون برخورد کنین. یه نفر دقیقاً آره. مثل سنشون، نه مثل سنشون. یه نفر راجع به نورو فیدبک سوال کرده، ببین من خودم حقیقتش تجربه نکردم ولی یک کسی از دوستام که بچهش ADHD داشته نتیجه خوب گرفته، این مثلا میدونم که میگه خیلی کمکش کرده. خفیفم خیلی یه نفر پرسید که ما اول لایف نهمجون اینا توضیح دادن. آره ببینید آتیزم یک چتره، ما راجع به نوعی از آتیزم حرف میزنیم که اون کودک یا اون بزرگسال نیاز به کمک و همدلی و حمایت داره، وگرنه همه ما رگه هایی از همه این چیزا تو وجودمون هست. اگه بخوایم بریم خودمون رو کنکاش کنیم، هممون نسبت به یه چیزای نور حساس، یکی نسبت به صدای دهن اون یکی حساس، اینا آتیزم نیست. دنبال چیزایی بگردین، کسی که آتیزم داره و آتیزم باعث شده که نیاز به حمایت داشته باشه توضیح نمیخواد. میبینی شما به عنوان پدر و مادر داری میبینی که بچه من نیاز به حمایت داره. و خیلی از بچه‌هایی که آتیزم خفیف دارن متاسفانه چون تشخیص نگرفتن انقدر دعوا شدن در طول کودکی تا بزرگسالی که در بزرگسالی یا رفتار ضد اجتماعی پیدا میکنن یا از پدر مادرشون متنفر میشن و هیچ وقت دیر نیست برای درک کردن. اگر تو حتی تو تینیجری متوجه شدین بچه‌تون دایگنوز نگرفته بوده و از کودکی نیاز به کمک داشته دیر نیست. بچه‌ها من همه لایوامو سیف میکنم. خب یه چیز دیگه که اینو توضیح دادی ولی بازم من بخونم برای دیگه صلاح میدونی، والدین دارای فرزند اوتیسم چیکار کنن که از اجتماع ترد نشن؟ همین که گفتم مسئله آگاهی. خود من به عنوان یک آدمی که آدمی هم هستم که همه میدونن چقدر روابط دارم میتونم بگم که من طرد شدن رو خودم هم تجربه کردم، به خاطر اینکه از یه جایی به بعد ما در مراوداتمون بچه هامون خیلی تعیین کنندن که با دوستایی که هم با هم دیگه هم تیپن، بازی های مشترک دارن، حوصله ندارن یه خانواده ای رو داشته باشن که با مسائلش. خب ولی وقتی شما به نظر من سه تا دوست خوب داشته باشی زندگی تکمیله، نیاز نیست که یه عالمه دوست داشته باشی، نیاز نیست که بگی من چرا تو این جمع نیستم تو اون جمع نیستم. سه تا چهار تا دوست خوب و دوستی که با یک شعور و درک درست کنارت وایساده واقعا شرف داره به خیلی از مهمونی ها و جمعایی که وقتی میری و برمیگردی به قول معروف یه من رفتی صد من برگشتی. من به تجربه بهش رسیدم و اون تعداد دوستان که کنارم موندن و واقعا شرایط رو درک کردن و بچه‌م رو دوست دارن و بهش عشق میدن برام کافی هست، برام کفایت میکنن. مگه چی میخواد تو زندگی؟ و بعدم که خودتون باید دوست بچه‌تون باشین. من پسرمو الان بزرگتر شده جلوی ماشین گاهی میگم میخوای جلو بشینی، حالا اکثر مواقع میگه نو نو بس نمیرم خیلی احتمال. بعضی موقع ها
که هوام خوبه میشینه جلوی موزیک جاز میذارم، پنجره رو باز میکنیم، همون کاره که فکر میکنم یه تینیجر ممکنه بخواد دوست داشت باهاش میکنم، حال میکنه، کیف میکنه، بهش اعتبار میدم، بهش میگم چه داره با هم به ما خوش میگذره. میدونی وقت بذاریم برای بچه هاتون، یعنی چاره ای نداریم، راستش رو بخواین چاره ای نداریم. اون قسمتیه که ازش پشیمون نمیشیم، یعنی مادر پدر بودن چه با آتیزم چه بی آتیزم، مطلب اینجاست که اون وقتی که میذاری سرمایه گذاری رو بچه است که بعدا خود تو پشیمون نشی. یه سوال دیگه هم یه خانم دیگه کرده، اگه دل صلاح میدونی جواب بده در مورد بله جنسی. این حقیقتش این بزرگترین چلنجیه که سوالشو خودمونم داریم، ولی من وقت به نظرم بچه ها وقتی که وارد بلوغ میشن و علائم ظاهریشون شروع میکنه به تغییر کردن، پاشون باید راجبش حرف زد، بگیم نشون دهنده که شما داری بزرگ میشی، اینا نشون دهنده که داری کم کم ادالت میشی، بهش بگین تو ممکنه از یکی خوشت بیاد، ممکنه عاشق بشی، تمام. چون این بچه ها همونقدر که خودشون فیلتر ندارن، بدون فیلتر باید باشون حرف زد، و اگر اتفاقی افتاد که مثلا خودش رو تاچ کرد یا هر چیزی، باید بهش بگیم بدن توه و تو پابلیک هی باید یاد بده، اینو تو پرایوت تو اتاق خودت میتونی این کارو بکنی، ولی نه جلو کسی، نه جلو حتی پدر مادر، باید بهشون یاد داد، باید بهشون آموزش شد. این بچه ها هیچ فرقی با بچه های دیگه ندارن، فقط بلد نیستن پنهان کنن همون فیلتر کاری که همه بچه های دیگه دارن انجام میدن، همون سیم لختی که گفتی. نه فیلتر ندارن، سیم لخته، اینه سیم لخت که آقا این روکش نداره، روکش نداره، هم خودش آسیب میبینه در مقابل چیزایی که میبینه، هم ما شوک میشیم با هر چیزی که میبینیم. اینو باید خیلی بهش دقت. خیلی خب ببینم، من فکر میکنم ما تقریبا همه رو تو همه اون چیزایی که من نوشته بودم و شما زحمت کشیدی ادرس کردی، من نمیدونم چجوری ازت استفاده کنم که با این وقت کم این زمان رو گذاشتی، مرسی واقعا. قربونت برم. وقت ما در واقع ایناست که مهمه، کی تعیین میکنه، همون که گفتی گلامو پولشو پولمو هدر میکنم برای گل، در واقع شاید این وقتا خیلی بابا اصلا این کار خیلی بزرگیه، اصلا هر چی آگاهی رسانی بیشتر باشه بهتره، خیلی، یعنی ما تو ذهنمون یه چیزی داریم فکر کنیم این درسته، باید خیلی بیشتر یاد بگیریم. ببین حالا اجازه بده من اینو تعمیم بدم، مثلا آتیزمو به این که کلن هر آدمی تو زندگیش ممکنه با معضلاتی سر راش قرار بگیره که مثل یک تخت سنگ عظیم زشت بدقواره مسیر زندگیشو گرفته. خب شما نه زورت میرسه این سنگ رو جابجا کنی از سر راهت. اینو من به مادر یکی از کشته شده ها گفتم چند شب پیش، ولی بعد گفتم اینو من باید جاهای دیگه هم بگم، چیزی که خودم بهش نتیجه رسیدم. تنها راهی که برات میمونه باید یه دونه مته برداری و از توی این تخت سنگ پیکره زیبا بتراشی و یک معنا بتراشی، حداقل زندگی تو تلف نکنی با فوش دادن به این سنگ و به اینکه چقدر من بدبختم و چقدر من بیچارم و چقدر به قول قدیمی ها اخترم سوخته است. تاچ کردی چاره ای نداری، باید از توش یه چیزی در بیاری، یک معنایی از توش در بیاری، باید آدم بهتری بشی، نه اینکه آدم فحاش. همین چیزی که الان هممون داریم، هر کدومون یه تخت سنگ خیلی بزرگ داریم که باش درگیریم دیگه. خیلی قشنگ گفتی، مرسی. و این یک واقعیته، یعنی ما باید از تلخی های زندگیمون معنا درست کنیم و سعی کنیم اون معنا رو به دیگران هدیه بدیم، اون معنا هر چیزی که هست، وگرنه یعنی در واقع نمیرسه، ما زورمون به زندگی نمیرسه، ما زورمون به زندگی نمیرسه، زندگی خیلی زمخته، زندگی طوری گاهی توی بزنگاه های گیرت میندازه که تو واقعا نمیدونی باید چی کار کنی. تنها اینه که و یه چیز دیگه میدونین، چیزی که به این نتیجه من رسیدم، دقت کردم، من خودم خیلی اصلا وقت ندارم سریال ببینم، اکثر از آدم ها میگن فلان سریال رو به هم دیدی آخرش بد تموم شد. آقا زندگی مثل یه سریالی که قرار آخرش بد تموم شد،
سریالن در حال و کنیم فقط به باهاش. چشم این ببینیم که اومدی درس بده بره دیگه. آخرش خوب تموم، دنبال آخرش نه نباشیم، آخری نداره. یه خانومی پرسیده بودن دیروز که ما برای بزرگسالی این بچه ها هم چی بگیم. با واقعا اینکه میگم من خودم در رابطه با مسئله آتیزم میتونم بگم بیشتر از هر کس نمیدونم، تا اینکه من فقط تجربهش کردم. همه خانواده هایی که بچه هایی دارن با نیازهای ویژه، بزرگترین آرزوشون اینه که 100 سال عمر کنن و رو پای خودشون باشن، که خودشون لااقل بتونن کمک کنن. یعنی بزرگترین آرزوشون فکر میکنم عمر طولانی و سالمه فقط به خاطر ولی به نظر من باید به این فکر کنن که یه مبلغی کنار بذارن برای اینکه پرستاری، کسی در آینده که اینا نبودن، اگر شرایطی پیش نیومد که بتونن با کسان دیگه زندگی کنن، این بچه ها تنها نمونن یا انداب نکنن به یک شرایطی که منصفانه نیست. و خیلی هم سخته که از یه جایی به بعد به بچت هی باید یه جوری این وابستگی شدید و کمتر کنیم. و این که اگه آدم آره ها بتونه اینجا اتفاقا گروپ هوم میخواستم هست، خونه بگم های گروهی گفتی هست، خوبه که اونو منشن کنی. ولی آره گروپ هوم هست. خیلی هم یکم هم غم انگیزه این گروپ هوم ها، وقتی میری تو بحرش، وقتی میری با آدم ها حرف میزنی. ولی باید این کامیونیتی رو خودمون بسازیم، برامون جامعه نمیسازه. خیلی چیزا توی این جامعه تعریفی نداره، ما باید خودمون از الان بهش فکر کنیم و در نظر داشته باشیم که میخوایم براش چی کار کنیم. باید جلوتر از اتفاقات حرکت کنیم، نمیتونیم بگیم حالا اون روز هنوز نیومده. باید حواسمون به همه چیز باشه. یه چیزی که حالا من یه مثالی بگم، من خیلی میبینم آدما میدونن دنبال این که دو تا خونه بخرن، ماشینشون رو بهتر کنن فلان. همیشه من و همسرم و یه بچه هم داریم، پیش خودمون میگیم هرچی از ما باقی بمونه، اگه این بچه نتونه حقش رو بگیره، یکی میاد ازش میگیره دیگه. در نهایت ما باید تنها انقدی برای این بچه بذاریم که بتونه زندگیشو بگذره، نه اینکه یه عده بیان بخوان از زیر پاش بکشن. یا و شاید همین مسئله باعث شده که ما بتونیم از زندگیمون بیشتر لذت ببریم، دنبال اینکه هی بخوام توی روند زندگی خونم رو بزرگتر کنم، ماشینم رو بهتر کنم، دنبال اصلا نباشیم. بدونیم این ماشین باید به ما خوشحالی بده و به بچه‌م خوشحالی بده. یعنی به بچه چیز دیگه نیست. لذت از زندگی رو فعلا یاد بدیم و انقدری که میتونیم قویش کنیم که اون جایی که باید یه سری اتفاقات بیفته، اون قدری که ما میتونیم به بچه چیز یاد داده باشیم. همین. ببین باورت نمیشه، من خانواده هایی رو میبینم که بچه های بزرگ سال دارن، بچه هاشون هم دکتر مهندس شدن، ولی باز دارن سخت کار میکنن و زندگی میکنن. که برای بچه هاتون بذارین، که بچه هاتون، مگه بچه هاتون نیاز دارن؟ چرا یاد نمیگیرین از یه جایی به بعد برای خودتون زندگی کنین؟ میدونی حالا من وقتی اینا رو میبینم، یعنی بچه درآمد خوب داره، پارتنر خوب داره، و باز پدر مادر داره فکر میکنه من برای بچه‌ام بیشتر بذارم، برام اصلا بی‌معناست. وقتی نگاه میکنم بابا یه جایی به بعد هر آدمی باید فکر کنه زندگی معناش چیه. هیچ چی بیشتر از این خوشحال نمیکنه بچه آدمو که ببینه پدر مادرش بر خودشون هم دارن زندگی میکنن و خوشی میکنن. هیچ چی بیشتر خوشحال باش که تو به این درک رسیدی که معناش چیه، در لحظه زندگی کنیم، لذت ببریم. فقط و فقط به خاطر همون سقف گنده است که داری سوراخ میکنی میری، چون اون سقف هر چقدر بزرگتر، اون سنگه، اون مانع هر چقدر دردناکتره، روح ما رو بیشتر سقل میده. دقیقا دقیقا. اصلا ببین مسئله اینه که دنبال این حرفا که من شانس نیاوردم، چرا من، آها اینجا من نزدیک خونم جلو چشم یه دونه دریاچه هست که هر دقیقه یه پرنده میزنه تو آب، یه ماهی رو میگیره میخور. اون ماهی مگه چی کار کرده بوده؟ چی کار کرده؟ ما هم همینی، ما یکی پرنده اومد زد به ما این وسط، ما مثل همون. آقا تو این زندگی دنبال عدل و انصاف و چرا و اینا نباید انقدر بگردیم. فوکس کنیم، بگی اوکی یه دکتری به من، یه بار من یادم تشخیصی گرفتم، بودم حالا من باید چی کار کنم از این به بعد؟ گفت خودت میدونی. یه عده تصمیم میگیرن عزاداری کنن، یه عده زندگیشون رو میکنن.
اینو که دکتر با آدم نمیگه. راست میگه خودت، یعنی دیگران، ولی خب این سخته. آره تو اون ماهی بودی که پرنده تو رو نشونه گرفته، پرنده هم کشنش بوده، اونم تقصیری نداره. زندگی این شکلیه، ما دنبال این نباید باشیم که هی بخوایم بگیم چرا من، چرا این اتفاق برای من افتاده، از این به بعد چی کار کنم، هی یه پرچم بکوبیم وسط اون اتفاق، گیر کنیم تو اون نقطه که بخوایم اونو، معنای اونو بفهم که چرا این برای ما پیش اومد. خیر، ادامه بدین، بگذارین پیش اومده، از این به بعد میخواین چی کار کنین. حواستون به لحظه های زندگیتون باشه، حواستون به این باشه که هر چیزی که الان دارین به سادگی ممکنه فردا آدم نداشته باشه، و زندگی چیزی نیست که رو نقشه و پلن و اینا ما بتونیم براش برنامه ریزی کنیم. الان بهترین لحظه زندگی ماست، همین لحظه با همه بدبختی هایی که داریم. نمیدونیم فردا، میگیم هر سال دقیق از پار سالی، و اینی که اونی که هی بگردیم دنبال چرایی و چرا چرا چرا، من همیشه میگم چرا که نه، مگه وقتی من به دنیا آمدم یه تومار به من دادن گفتن تو قراره همه چی خوب باشه، هیچ مشکلی برای پیش نهد، بچهت عالی باشه، این میشه. نه، زندگی اصلا عدالتی توش نیست. زندگی رو نباید با یه چیزی اشتباه گرفت. آدم ها اون تعاملات اجتماعی که بچه های ما ندارن، همون چکمارک هاییه که آدم ها میزنن. خب داماد خوبم گیرم اومد، خب بچه‌م فارغ التحصیل شد دانشگاه فلان، خب فلان، ولی هیچ که چکمارک نمیزنه بچه‌م چقدر خوشحاله، آیا بچه‌م الان خوشحاله. ببین ما چکمارک هامون برای چشم دیگرانه تو تعاملات اجتماعی. تعاملات اجتماعی یعنی چی؟ حتی اینکه ما با قاشق چنگال غذا میخوریم، و اگه قاشق چنگال نداشته باشیم ما گرسنگی نمیمیریم، با دست میتونیم غذا بخوریم. این قاشق چنگال حالا خودمون رو بکشیم طلا باشه. میدونی چی؟ تعاملات اجتماعی اکثرا خیلی جاها اتفاقا ما رو منحرف میکنه از مسیر اصلی زندگی، و خیلی حواسمون باشه آقا من دارم برای چی میدوام، برای چی دارم وقت میگذرونم. یه نفر نوشته نقش خدا چیه؟ والا من به این نقش رسیدم که تخمه داره میشکنه. من اونو دیدم، حرفی برای گفتن ندارم صادقانه. دیگه از سپتامبر این چیزیه که ایران به من نقش خدا رو کاملا واضح و روشن نشون داد، همون مشغول تخمه است. اگه واقعا ولش کن بیا اونجا نریم. آره نریم وارد اون بحث رو باز نکنیم، برای اینکه اگر واقعا هر چیزی که بهتون کمک میکنه که بهتر بتونین مسیر رو طی کنین، حتی اگر ایمان به یک نیروی انرژی هر چیزی ازش کمک بگیرین، به هیچ عنوان دنبال این نباشین که هی بخواین همه چیزو بزنین کنار، و ولی بدونین در نهایت آفر. در نهایت فقط و فقط باید خودتون حساب هیچ کنین. کس. هیچ مل چیز هیچ میگه هیچ کس نمیاد. No one is coming. Nobody is coming. باور کنید خودم فقط رو شما داره حساب میکنه. من بعد که این لار تاوم شد بخواه این چیزی که یکی کاهنت ها به من گفت. این مدت خیلی کامنتی میگرفتم که عکس قربانیان رو میکشیدم، بارها و بارها و بارها آدم ها برام نوشتن کاش اون خدایی که نیست به داد مردم ایران رسیده بود، و این برای من خیلی تکان دهنده بود. و گفتم ببینین حکومت با مردم چی کار کرد. هیچ کس مثل این حکومت نمیتونست کاری کنه که مردم از همه چیز ببره. پیشه به ریشه خودش. اونم یه بحثی یه روز دیگه دوباره صحبت میکنم. ببین یعنی واقعا سهرتونم متشکرم که اینقدر عشق میدیم. ممنون از عاشقتم سهر، دختر خوب زیبایی که از نازنین ترین کسایی که شانس آشنایی باشه تو کانادا داشته. سهر دوست صمیمی منه. آره دوستی ها کردیم. ببین میخوام بگم که دمت گرم نغمه، مرسی واقعا، خیلی 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 مطمئنم الان یه عالمه کامنت گرفتیم که چقدر همه خوشحال شدن که تو این اصلا کلامت از ته دلت میاد، واقعا همش تجربه است داری میگی، قلبت. خدا انشالله تو رو همشه اگه هست تو رو سلامت نگهداره، نیستم بشه تخمشو بخوره. ببین میخوام بهت بگم که
من اینو سیف میکنم، شمارم اد میکنم که هر کی هر سوالی داشت بازم توی پیج جفتمون باشه و بیاد بپرسه. این یه بحثی که تمامی نداره، ما بازم احتمالا هر چند وقت باری میتونیم بهش بپردازیم و واقعا کار یه روز دو روز و یه نفر دو نفر هم نیست. توی کاناداش که ما انقدر فکر میکنیم جای پیشرفته یه، اگه من به شما بگم تو 5 سال گذشته 10 سال رفتیم عقب، باورتون نمیشه. نه بله، من کی باورش میشه؟ یکی از دلایلی که ماها مهاجرت میکنیم مسئله امنیته، درسته، سیفتی، امنیت. من بزرگترین موزلی که با مدرسه پسرم داشتم که مدرسه بود که ریتش از 10 10 بود، اینکه بچم توی کلاس درسش آسیب فیزیکی نبینه و امنیت داشته باشه. بزرگترین چلنج من در تمام این سالها این بوده. انقدر جلسه رفتم، انقدر تا آموزش پرورش، انقدر جنگیدم بابت این ماجرا که آقا من برای امنیت اصلا مهاجرت کردم، بعد برای امنیت بچه هم باید هر روز صبح دعا کنم در کلاس درس. یعنی یک واقعیت این ماجرا. و ببینید، درسته این لایف در مورد آتیزمه، ولی به اعتقاد من همه چیز به همه چیز ربط داره. هر کسی که حتی آشنایی با آتیزم نداره اگر این لایو گوش کنه، در اتو مشکلاتی که خودش تو زندگیش سرش قرار گرفته، ممکنه یک دقیقا چراغی دقیقا در ذهنش روشن بشه. و واقعا من بابت این از تو متشکرم، خیلی ممنون. ممنون که من همراه بودین. من اینو سیو میکنم، هر کی هر سوالی داره زیرش بگه. شد 1 ساعت و نیم، من خیلی دارم میخواد مطمئن شم اینو میتونم سیو کنم تو اینستاگرام. تازگی از خودش بامبولایی متساعد میکنه. خیلی یک عالم از لایوهای گذشته منو دیلیت کرده. حالا به اون میرسیم. مارک خیلی ممنون. خودتون باشی نرمه جون. بوس به هزار تا خدا.